نظر اهل بیت در مورد فتوحات چی بوده؟ امام جواد میپرسن که این فتوحات کشورگشایی که صورت بین جهاد یا نه؟ حضرت صراحتا میفهمه که این جهاد نیست. از امام صادق میپرسه، حضرت پاسخ میده میفرماد فقال ای والله یا ابن اعیان، ای پسر اعیان، حلك الناس اجمعوا، همشون هلاکن. قلت اهل الشرق والغرب، کل شرق و غرب اینا هلاکن. قال انها فتحت على الضلال، آره چون فتح شد بر مبنای گمراهی. ای والله هلكوا الا ثلاثه نفر، جز 3 نفر همشون هلاک شدن، سلمان الفارسی و ابو ذر و المقدار و لحقهم، و بهش ملحق شدن بعدن عمار و ابو ساسان، بعضی میگن تو نسخه تون ابو سنان بشه انصاری، و حذیفه و ابو عمره، فصاروا 7، و شدن چی؟ 7. گویا 7 نفر به ذاکرار همشون هلاک. همین امیرالمومنین یکی از کارهای فتوحات که ابونا رو جلوتر براتون میگم، یک جای برخی از اصحابش میفرستاد تو فتوحات، میگه برید اینا کنترل کنید، اینا هیچ چالشی نیست، مردمو قتل عام کن. جاهایی که اینا بودن، بزرگواران بودن، کنترل کردن. امیرالمومنین بهشون اجازه داد پست هم بگیرن، گفت غنیمتی شماها باشید. سلمان رفت حاکم مدائن شد. سلمان اینا رو دید چجوری بودن دیگه. حالا سلمان وقتی وارد مدائن میشه، همه منتظرشن دیگه، هیچکی نمیشناسش. چرا؟ سوار یه اولاغی شده، یه دونه چوب داره، یه قابلمه به قولی بخچه ای دارم چیم، یه پیره مرد داره میاد بعدش پرسن گفتن سلمان رو نه تو رو سلمان کیه؟ او خلیفه و رئیس ما داره میاد، حاکم داره میاد اینجا. اینم حضرت سلمان. این پا منبر علی بزرگ شده، پا منبر رسول الله بزرگ شده، افتخار ما ایران. اما علی داستانش فرق میکنه. در این اواسط 5 سال حکومت رو به دست گرفته، تمام ورقو برگردونده، همه جنگا بیرون اومده تو، فقط عرب کشته. 25 سال این شمشیر غلاف بوده، بعد 25 سال شمشیر کشیده، با کی جنگیده؟ با عایشه، با طلحه، زبیر، معاویه. یا خدا، ابن تیمیه با کمال وقاحتی که داره امیرالمومنین مورد مؤاخذه قرار میده و نقد میکنه به امیرالمومنین در منهاج السنه جلد 7 صفحه 199 میشه. یه در زمان علی فتوحاتی صورت نگرفت، پس اسلام گسترش نیافت. با آمدن علی روی کار این فتوحات متوقف شد، بلکه جنگ های داخلی نیز پیش آمد. علی که به درد نمیخورد، علی که مدیر نبود که. ذهبی در کتاب المنتقى من منهاج الاعتدال در مورد اینکه شیعه‌ها میگن علی شمشیر شمشیر بود، میخواد اینو نقد کنه، یه اعتراف خوب میکنه، میگه شمشیر علی یکی از شمشیرها بود در بدر، احد، خندق، یکی از شمشیرها بود. آره میگه نه در برابر فارس جنگید، نه در برابر روم. علی از اینا کسی نکشته، از رومیا، ایرانیا، اما کیا رو کشته؟ به قاتل ابطال هم پهلوان ها اینا رو کشت، و نامش زعبان هم گرگاشون رو کشید. پس گرفت چی؟ احقادا بدریتن و خیبریتن و حنینیه، این عقده ها گرفت. گفتم بعدن میدیم شما این علی ورق و بد برگردون، یعنی یه های امیرالمومنین دوستش داشته باشم؟